سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسنپشات جدید ندر آپدیت، اسنپشات 20W19A منتشر شد. همین چند دقیقه پیش منتشر شده و توی این ویدیو قرار تمام تغییرات این اسنپشات که البته باز هم اسنپشات خیلی کوچیکی هست رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این اسنپشات همونطوری که گفتم اسنپشات خیلی کوچیکیه، مثل دوتا اسنپشات قبلی بیشتر تغییراتش مربوط به باگ ها بوده که برطرفشون کرده و چیز خیلی زیادی رو به بازی اضافی نکرده، ولی بازم همون تغییرات کوچیکی هم که داشته رو با هم دیگه بررسی میکنیم. فقط فراموش نکنید اگر این مدل ویدیو رو دوست دارید حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال یوتیوب رو هم سابسکرایب بکنید که خیلی به من کمک میکنه، و حتما نظرتون رو راجع به این ویدیوها توی کامنت ها واسم بنویسید. اولین تغییرمون مربوط میشه به بایوم های ندر که الان توی تمام این بایوم ها میتونیم بلک استون و گراول پیدا بکنیم. حالا چیزی که نوشته تکه های گراول و بلک استون، یعنی اینکه بعضی جاها ممکنه چند تا گراول کنار هم دیگه باشن یا چند تا بلک استون کنار هم دیگه باشن. حالا من توی این کریمزون فارسته که دارم میگردم هنوز چیزی پیدا نکردم، ولی بازم میگردیم با هم دیگه ببینیم میتونیم جای بلک استون پیدا بکنیم یا نه. همینطوری که داریم میگردیم راجع به تغییر بعدی هم صحبت بکنم که گفته داخل سولسند ولی ها الان میتونیم تیکه های سولسند هم پیدا بکنیم، یعنی یک تیکه هایی که فقط سولسند داشته باشه. ولی خب مسئله اینه که قبلا هم سولسند ها رو داخل سولسند ولی میتونستیم پیدا بکنیم. نمیدونم چه تفاوتی الان پیدا کرده و چه تغییری داره نسبت به قبل، ولی خب چیزی که نوشته گفته تیکه های سولسند رو الان میتونیم داخل سولسند ولی ها پیدا بکنیم و تیکه های گراول و بلک استون رو میتونیم داخل همه بایوم های ندر پیدا بکنیم. من بازم میگردم ببینم میتونم چیزی پیدا بکنم یا نه. اینجا الان یک دونه کامنت زدم که یک مقداری بتونیم داخل زمین رو هم نگاه بکنیم ببینیم شاید اون تیکه های بلک استون و گراول زیر زمین باشه، ولی خب اینجا که چیزی مشخص نمیکنه. اگر بهتر بلد بودم کار با این کامندا رو میتونستم مثلا بگم فقط ندرک ها رو حذف بکنه که داخلش رو بهتر بگردیم ببینیم چیزی پیدا میشه یا نه. فعلا که من چیزی پیدا نکردم، همچنان بازم دارم میگردم. ممکنه منظورش اینها باشن، بعید میدونم منظورش این تیکه های این مدلی باشه، ولی خب شاید هم واقعا همین باشه. ولی بازم من گردم اگر بلک استون بتونیم پیدا بکنیم خیلی به نظرم مطمئن تر میتونیم نظر بدیم راجبش. خب من هرچی گشتم دنبال بلک استون و گراول چیز خاصی پیدا نکردم توی این بایوم ها که بگم توی این اسنپشات اضافی شده به بازی. اما تغییر بعدی مربوط میشه به این استرایدر ها که الان اگر بیایم داخل این قسمت استاتیستیک یک گزینه بعد اضافی شده باشه که مسافتی که با استرایدرها حرکت کردیم رو اینجا بهمون نشون میده. الان 236 متر با این استرایدری که سوارش هستم حرکت کردم. یک مقدار دیگه که اینجوری اومدم جلو اگر نگاه بکنیم دیستنس بای استرایدر شد 236. الان البته عدد قبلی یادم نیست چقدر بود، بذار دوباره نگاه کنم. 236 بود، الان اگر دوباره بیایم شده 236. بازم نمیدونم چرا تغییر نمیکنه، شاید خب باید مسافت طولانی تری برم، یا اگر پیاده شم اینو دوباره تستش بکنیم. خب الان یک کم اومدم بازی رو اینجا پازش کردم و نگه داشتم و دوباره برگشتم دیدم عدد تغییر کرد، شد 277. فکر کردم اولش باگ داره که عدد رو تغییر نمیده. یک کم دیگه هم حالا سواری میکنم ببینم تغییر میکنه یا نه. اما بعد از این قراره بریم سراغ یکی از مهمترین تغییرات این اسنپشات که مربوط میشه به آیرن گولم ها و یک جوری میتونه فارم های آهنمونو ساده تر بکنه. قبلش دوباره این عدد رو چک بکنم ببینم. آره الان تغییر کرد، شد 343. این هم یکی از تغییرات این اسنپشات بود، دیستنس بای استرایدر.
تغییر بعدی همونطوری که گفتم مربوط میشه به آیرن گولم ها و البته ویلیجر ها. قبلا ویلیجر ها زمانی که میخواستن آیرن گولم ها رو اسپان بکنن حتما باید شغل میداشتن و البته بعد توی 30 دقیقه گذشته، 30 دقیقه قبل از اینکه بخوان اسپان بکنن، حتما حداقل یک بار توی ورک استیشنشون کار کرده باشن. الان این دوتا شرط برای اسپان آیرن گولم ها حذف شده و دیگه ویلیجر ها نیازی به شغل ندارن برای اینکه بتونن آیرن گولم ها رو اسپان بکنن. این تغییر خیلی میتونه تغییر مهمی باشه برای آیرون فارم هامون. حالا من لینک آموزش آیرون فارم رو بالای صفحه واسهتون میذارم. توی اون فارم اگر خواستید اون رو بسازید، از این به بعد دیگه نیازی نیست که برای ویلیجر هامون ورک استیشن بذاریم و فقط کافیه که دور تا دور اون منطقه‌ای که قرار اینها اسپان بشن خود ویلیجر ها رو قرار بدیم و دیگه نیازی به ورک استیشن ندارم و باعث میشه این تغییر باعث میشه که خیلی بهتر و بیشتر بتونیم آیرن گولم ها رو اسپان بکنیم و فارم های بهتری داشته باشیم. تغییر بعدی مربوط میشه به این بسچن ها که توی اسنپشات های قبلی به بازی اضافی شده بودن. این هاگلینا هم البته من توی اون اسنپشات که اومده بودم اینجا نمیتونستم پیداشون بکنم، احتمالا باگی چیزی داشته اون زمان که اینها اینجا اسپان نمیشدن. اما تغییر مربوط به این بسچن ها چیه؟ الان کمتر میتونیم توی ندر اینها رو پیدا بکنیم و تعداد کمتری از اینها توی ندر وجود داره. این هم تغییریه که توی این اسنپشات اتفاق افتاده، باعث میشه که این بسچن ها ارزشمندتر بشن و خب پیدا کردنشون سخت‌تر بشه. تغییر بعدی مربوط میشه به این تویستینگ واین ها و ویپینگ واین هایی که قبلا به بازی اضافی شده بودند و اینها رو قبلا هم میتونستیم بون میل بزنیم، ولی تغییر این اسنپشات اینه که مقدار رشد این واین ها با بون میل الان کمتر شده نسبت به قبلش و خب زمانی که بون میل بزنیم نسبت به قبل رشد کمتری دارن. تغییر بعدی مربوط میشه به این ندر اسپروتس ها. قبلا اینها رو اگر با دست میزدیم هم میتونستیم برشون داریم، ولی خب الان همونطوری که دیدید دیگه بهمون آیتمشون نمیده و نیاز داریم به شیرز تا بتونیم اینها رو به این صورت برشون داریم. یک تغییر دیگه هم این اسنپشات داشته درباره ماهی ها که ظرفیت اسپان شدن ماهی ها الان از بقیه ماپ ها جدا شده و کاتگوری یا دستبندی خودشونو دارن، مخصوص به خودشونو دارن و خب این باعث میشه که اگر مثلا اینجا یک تعداد زیادی ماهی داشته باشیم باعث نشه که ماپ های دیگمون کمتر اسپان بشن، یا برعکس اگر اینجا ماپ های دیگه داشته باشیم باعث نمیشه که ماهی دیگه اینجا اسپان نشه. خب این هم از تغییرات اسنپشات 20W19A که با هم دیگه بررسی کردیم. البته یک تعداد زیادی باگ فیکس هم داشته این اسنپشات که من خوندم، همشون چیز خیلی مهمی نبود که بخوایم توی ویدیو با هم دیگه بررسیشون بکنیم، ولی خب این میشه سومین اسنپشات پشت سر هم که تمرکزش روی فیکس کردن یا برطرف کردن باگ ها بوده و تغییر مهمی نداشته اسنپشات هامون، یعنی چیز خیلی مهمی به بازی اضافی نکرده و خب باعث میشه که فکر کنیم شاید ندر آپدیت به زودی قرار منتشر بشه. ولی خب من خیلی خیلی دوست دارم بوزکوهی و اینها توی همین ندر آپدیت به بازی اضافی بشه. شما هم نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید، به نظرتون ندر آپدیت قرار توی همین هفته های آینده منتشر بشه و این اسنپشات ها اسنپشات های آخر ندر آپدیت، یا ممکنه بوزکوهی و اون تغییرات کوه و برف و اینا توی ندر آپدیت به بازی اضافی بشه؟ نظرتون حتما توی کامنت ها واسن بنویسید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما حتما لایک بکنید، سابسکرایب به کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید و مثل همیشه کامنت هم واسن بنویسید تا ویدیوهای بعدی. آها، قبلش این رو هم بگم که فردا و پس فردا هم استریم داریم. فردا پنجشنبه ساعت 4 توی کانال آپارات و جمعه هم ساعت 4، ولی خب توی کانال یوتیوب قرار استریم داشته باشیم. تا فردا و پس فردا که امیدوارم تو استریم ها ببینمتون و بعد از اون ویدیوهای بعدی خداحافظ.